امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی جمعه شب در مراسم استقبال از شماری از مقامهای امارت اسلامی که از ادای حج به کشور برگشته اند، بحران اقتصادی در کشور را تبلیغات می‌خواند. سرپرست وزارت خارجه تغییر در اوضاع اقتصادی کشور را تغییر سیاست اقتصادی افغانستان از اقتصاد جنگی، تجارت مواد مخدر و فساد به حالت عادی می‌داند. نن بیا اقتصاد تغییر کرده. مثال پدوند. پرون څلوېښت لکه معتادینو ته نشه یي مواد رسول هم یو اقتصاد دی. افغانستان چې د نړۍ په سطحه د روینو د تاریاکو اول نمبر هیواد دا یو اقتصاد دی. نن که ته پوډریان راټولوې تاریاک بنده یې ته به هم اقتصاد ته تاوان رسیږي. آقای متقی می افزاید که با وجود تحریم و فشارهای جامعه جهانی، ارزش پول افغانی در کشور ثابت مانده و اقتصاد کشور با تمرکز بر اجرای پروژه های زیربنایی رشد خواهد کرد. داسې پیسې ثبات پیدا کړی، داسې الحمدلله سرحدات هم خلاص دي، داسې هر څوک تجارت کولای شي، داسې قحطي نشته. سره له دومره فشارونو، سره له دومره بندیزونو، دا خپله یوه لویه لاسته راوړنه ده. اما آگاهان در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. افغانستان در قدم اول نیاز به یک بستر سیاسی مناسب مشروع و رشد اقتصادی داره که در او جلب سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض و اعداد ستود با بانک های بین‌المللی و مؤسسات کردیتی جهانی مانند بانک جهانی، بانک شرقی آسیا و سایر مؤسسات مالی جهان وجود داشته باشد. اقتصاد بهتر در دوران جمهوریت بود، یعنی بحران اقتصادی بیشتر نبود. پول گزافی از کشورهای خارجی وارد افغانستان میشد و دومی که قاچاق مواد مخدره تقریبا بیشتر و دست مافیا داخلی و خارجی بودند. این در حال است که دبیر کل سازمان ملل متحد نزدیک به دو ماه پیش در نشستی که درباره اوضاع افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و نهادهای جهانی در دوحه برگزار شده بود، تاکید کرد که 28 میلیون تن در افغانستان که 6 میلیون آن در معرض قحطی قرار دارند، نیاز به کمک‌های بشری دارند.